شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم که در روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. ایشون به چند نکته بسیار مهم اشاره کردن که من توجه شما رو به اون جلب میکنم و اون اینکه به خاطر دیویژن آف لیبر یا تقسیم کار شرایطی به وجود میاد که افراد به تخصصها و کارهایی کشیده و کشانده میشن که برخی از اوقات ارزش بازاری یا مبادلاتی اون بسیار بالا یا کم هست. از جانب دیگه وقتی سیستم اقتصاد پولی و بعداً بانکی وارد صحنه میشه، خود پول و بانک که به یک اعتبار قرار هست فقط نقش وسیله مبادله داشته باشن، وسیله حفظ ارزش و افزایش ارزش میشن. یعنی همان گونه که به درستی گفته شده، خود پول به خودی خودش پول به وجود میاره و پول میاره، در حالی که قرار هست در این زمینه خونسا باشن. وارد این بحث نمیخوام بشم. بنابراین شرایط قرن 19 هم زمینه رو فراهم میکنه که مارکس با این واقعیت روبرو بشه که حالا گروهی پیدا میشن که به دلیل داشتن این پولهایی که برخی از اوقات خودش موجب تولید خودش شده، بیان یک مثلا ماشینالات یا تراکتوری رو بخرن که در اون مثلا 5000 ساعت کار کارگر درشه و بعد اون رو مورد استفاده قرار بدن با کمک یکی دو تا کارگر و از او پول ده ها و صد ها کارگر رو برای خودشون به عنوان صاحب سرمایه به وجود بیارن. بنابراین نه تنها از خود کارگر مستقیم ما بهره برداری میکنیم و از وجودش سود میبریم، از کار متراکم او که تولید ماشینالات هستم به نوع دیگری بهره برداری میکنیم و از اینجاست که فاصله میان دارا و ندار بین کارگر و سرمایه دار هر روز بیشتر و بیشتر میشه. و بگذریم از قدرتی که در زمینهای دیگه از جمله در صحنه سیاست که بهش میرسیم پیدا میکنه، توان اینو پیدا میکنه که قواعد و قوانین رو حتی در خصوص کار و محیط کار و حقوق کارکنان و کارگران به گونه ای دگرگون کنه و تغییر بده که باز هم سود بیشتر و بیشتر رو داشته باشه و در این زمینه تا حد و مرزی میره که فقط بتونه نظم رو و یا آنچه که پذیرفته شده هست رو به نوعی برقرار کنه، ولی رحمی، شفقتی، اخلاقی، انسانیتی درش نیست. چیزی که در مارکس و در افکار مارکس در تحلیل نهایی وجود داره و بنابراین این بیرحمی سرمایه دار در ارتباط با کسی که تنها ایجاد کننده ارزش و درآمد و ثروت و سپس قدرت برای اوست رو این گونه مطرح میکنه. البته به طوری انقلابی او که مسئله فوق العاده مهمی است اشاره خواهیم کرد و ضمناً به اینکه مارکس معتقد چگونه میشه این مسئله رو به نوعی حل کرد. بنابراین اجازه بدید با توجه به آنچه که تا به حال گفته شده از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند این گفتگو رو ادامه بدند. بله، کاملا دکتر، ربط مسئله کار و کارفرمایی با با در حقیقت آفرینش یا خلقت پول و ارزش مبادله کاملا مشخص شد. من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره کنم. پس متوجه میشید که چرا مارکسیزم یا مارکسیزم اینقدر جذابه برای اونایی که مستضعف، حالا شما در ایران ما میگیم مستضعف، ولی اونایی که ما اینجا میگیم داون ترادن، کسایی که مورد ظلم واقع شدن، کسایی که ندارن، کسایی که زحمت کشن، طبقه پایین جامعه که
بخور و نمیر زندگی میکنه، روز به روز بایستی برگرده. یک تئوری بود، من اینو باز اشاره کنم، در زمان در واقع شکوفایی کاپیتالیسم، و اون تئوری این بود که در واقع بایستی به کارگر به اون اندازه پول داد که فردا دوباره برگرده سر کار. بر این باور بودن، چون کارخونه ها به کارگر احتیاج داشتن و داشت جامعه به خیلی سرعت بسیار بالایی صنعتی می شد، اگر شما پول زیاد می دادید که کارگر مجبور نبود بیاد کار، یه هفته کار می کرد، دو هفته کار نمی کرد، یه هفته کار نمی کرد، چهار روز استراحت می کرد. یعنی در واقع بهش میگفتن Iron Law of Wages، اصلا اس داره این کار، یعنی بایستی این کار کرد. یعنی شما امروزه رو نگاه نکنید که تعاونی وجود داره، Profit Sharing در منفعت سود کارخانه های یا در حقیقت بنگاه ها، بعضی از کارمنده و کارگره شریکن، یا تسهیلاتی که براشون ایجاد شده. ولی در اون موقع مسئله این بود، بنابراین جذابیت مارکسیسم از مردمی بودنش، توده‌ای بودنش، به خاطر که داره حرف دل مستضعف یا در واقع ندار رو میزنه، کارگر رو میزنه. یک. دو، برگردیم به اون مسئله اصلی که چجوری این باعث در واقع، یعنی این همش که صحبت کردیم راجع به زیربنا بود، یعنی تولید کار، تولید کالا، تولید پول، رابطه خرید و فروش، رابطه داد و ستد، رابطه کارگر و کارفرما، همش در زیربنا بود. ولی بحث اینه، من خواهم این ربطش بدم به این مسئله روبنا. ربطش اینه که ما مارکس یک ادعای بزرگتر از این رو هم میکنه. میگه نه تنها شالوده و زیربنا اقتصاد و روابط اقتصادی است، بلکه اونی که تولید رو کنترل میکنه، اونی که صاحب دستگاه‌های تولیده، ابزار تولید رو مالکه، اونها در واقع در جامعه باعث به وجود اومدن تمام دستگاه‌ها، بنیادها، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی. یعنی به این معنا که در تولید و ترویج علم، در تولید و ترویج مذهب، در تولید و ترویج مدرسه، دبستان، کار، موزه، نمیدونم هنرها، هنر، حتی مذهب، به خاطر پولی که دارن میتونن یک ساختمون درست کنن، بگن یک پریست یا یک کشیش رو ما سالیانه پول میدیم اینجا بیاد در واقع بشه متصدی این کلیسا، میتونن مدرسه درست کنن. مارکس میگه تمام اینا به تولید بستگی داره. ببینید هنوز که هنوزه در آمریکا، و من حالا همه جای دنیا نه، ولی اکثر نقاط دنیا که من میدونم، چرا فکر میکنید مدارس در اول پاییز یا آخر تابستون شروع میشه و بعد آخر بهار تموم میشه؟ به طور سنتی اینجوریه. این تصادفی نیست، این به خاطری که اون موقع تولید بر اساس زراعت و کشت و کار بوده، بنابراین موقعی که شما کاشت و برداشت داشتید مدرسه شروع و تموم می‌شده. حالا مارکس میگه همه چی همینجوره، هر چیزی به وجود میاد. ببینید، بذارید من ملموسش کنم. شما امروز هر روز به صدها هزار تبلیغ آگهی تجارتی شما در معرضش هستید. چرا؟ به خاطر که در روش سبک زندگیتون تاثیر خواهد داشت. همه چی بایستی بهتر و بیشتر و بزرگتر میشه. این خمیر دندون دندون رو سفیدتر میکنه، این ماده شیمیایی وزنتون رو کمتر میکنه، این یکی وزنتون رو زیاد میکنه، این یکی بهتون طعم پرتقالی میده، این یکی با طعم به چیز دیگه. متوجه منظورم هستید؟ اینا بیدلیل نیست. یک سیستم پروداکشنی به وجود میاد که شما رو شروع میکنه، در حقیقت اونی که ما میگیم سوشالیزیشن، شما رو تعلیم و تربیت میده، و اینها وابسته به این تولید و منافع کسانی هستن که در حالا تولید، توزیع و ترویج این ساختار زینف هستن. بنابراین چی میشه؟ دانشگاه هایی که در حتی قرون وسطا به وجود اومد مخلوق کارهای کلیسا، و
حتی صنعت کشتیرانی، صنعت باید بگم دستگاه کشت و کشتار، از تفنگ و نیزه و بم بگیرید، همه در تولید منافع گروهی رو در بر دارن. بنابراین اون که اقتصاد رو کنترل میکنه، برگردم کنترل میکنه. حالا بذارید سیاسی وارد جامعه سیاسیش بشیم. حتی در آمریکا و کشورهای دیگه، شما برای که یک کاندید موفق باشید بایستی بتونید آراء مردم رو جلب کنید. برای که آراء مردم رو جلب کنید بایستی خودتون رو به مردم بشناسونید. برای که خودتون رو به مردم بشناسونید بایستی تبلیغ کنید. برای که تبلیغ کنید بایستی از تلویزیون و الان کامپیوتر و رادیو و نمیدونم سمارت فون و همه استفاده کنید. اینها احتیاج به پول داره. پول کجاست؟ جایی که به اصطلاح میتونه پول کلان به شما بده، افرادی هستن که منافعشون حکم میکنه. یک وبسایت من بهتون میگم، opensecrets.org، این رو برید نگاه کنید ببینید در هر سایکل یا دوره انتخاباتی چند میلیون دلار، بعضی موقع نزدیک بیلیون هست وقتی جمع میکنید همه رو، شرکت ها به کاندیداهای متفاوت در سطح استیت و فدرال پول میدن. از مدیکال اسوسییشن آمریکا بگیرید، از ریلتورای آمریکا بگیرید، تا وکیلا، تا در واقع هر سکتری یا یعنی این کارو میکنه، سکتری از اقتصاد این پول میده. مارکس میگه اینا بی دلیل نیست، میگه اینها منافع دارن و منافع حتی، حالا اینجا من میخوام یه بحث اساسی برگردم به اون که دکتر اشاره فرمودن راجع به آگاهی و خودآگاهی و بعد آگاهی کاذب، که در این سیستم شما یک جوری پرورش آموزش و پرورش داده میشید که فکر میکنید وظیفه ملتون هست که رأی بدید، وظیفه ملتون هست که شرکت کنید، وظیفه ملتون هست که هیئت جوری برید شرکت کنید، وظیفه ملی و فرهنگیتون هست که به اصطلاح سیاست رو دنبال کنید و تشویق کنید همه رو که رأی بدن. ولی در واقع این سیستم این رو به شما در واقع تعلیم داده، ولی اتفاقی که افتاده به شما فالس کانشسنس داده. این تئوری هم از هگل میاد، میگه باور دارید اینها رو به خاطری که در واقع شما حس کنید که آزادید، در صورتی که آزاد نیستید، آزادی کاذبه، فکر کاذبه، چون در حقیقت شما مدیون سیستمی رو که دارید، مدیون به اصطلاح شرکت ها و افرادی هست که منافعشون ایجاب میکنه که این سیستم رو ادامه بدن، چون قدرت در دست اوناست. چه شهردار انتخاب کنید، چه فرموندار انتخاب کنید، انتخاب شماست، ولی انتخاب کاذبه. چرا؟ چون در واقع اون کاندیدا در آخر بهتون میگن آقا شما حق رأی اینجا دارید بین هندونه و طالبی، این دوتا مومدن بالا، حالا دوتا حزب پشتش بودن، پول جمع کردن، چهار تا حزب بودن، فرق نمیکنه. پول زور ایجاد کرده، زور کاندید ایجاد کرده، کاندید در واقع میشه نماینده شما. این رو من حساب میکنم، چون بنام دکتر این رو خب من و شما آقای دکتر همیشه فرض اون بود که کمی آهسته میریم، بعد خوشبختانه شما یه دفعه 100 سال پریدید جلو و کار رو ساده کردید، آمدید به زبان خود ما. نه به عنوان مثال گفتم که شنوندگان متوجه بشن که نه متوجه آخه داستان، نه کاملا با تون موافق هستم، نه بحثی ندارم، فقط عرضم این است که چون این چیزیست که بعدن ما برای داشتن یه جامعه سالم باید متوجه این اصول و نکات باشیم. آنچه که میفرمایید کاملا درسته. نظر مارکس وقتی میگه زیربنا اقتصاده، یعنی برمیگرده به اینکه وسایل و عوامل تولید مالکیتش از آن کیه، چون مسئله در اینجا مالکیته. برای که درست است که حتی بسا یک کارخانه دار اصلا حتی نمیدونه کارخانهش کجاست، 5 سال اون کارخانه نرفته، ولی این سرمایه دار، این کارخانه دار، کارگری دار که 5 سال تمام زندگیش اونجا بوده، اما او در مقابل کالایی که تولید کرده که ارزشی رو ساخته، ای بس ها نیمی از اون ارزش رو در اختیار خودش نداره و اونو در اختیار کسی گذاشته که اصلا اونجا حاضر نبوده. بنابراین به نوعی
با توجه به اضافه تولیدی که به وجود، چون اگر یه جامعه‌ای باشه که هر چی تولید کنه همه رو مصرف میکنه، سرمایه‌داری هم وجود نخواهد داشت. به این دلیل سرمایه‌دار به وجود میاد که اضافه تولید به وجود میاد، که حالا به دلیل رشدی که از نظر اقتصادی و صنعتی شده و سیستم بانکی که امکان سرمایه گذاری رو فراهم میکنه و یا خود پول، شرایطی رو به وجود میاره که این اضافه تولید به وجود بیاد. اما مطلبی که به درستی فرمودید مارکس اشاره میکنه اینه که خیلی خوب، حالا این پول در اختیار اینهاست، چه کار میکنن؟ اگر دیدن مردم ناراضی اند، حرف عبارت از این است که خدا عنایت و محبتش با آدمای بدبخت و بیچاره است، همونطوری که قبلا بحث کردیم، همونطوری که شما درباره سنت آگوستین گفتید. یعنی از اونجایی که ما یک موجودات ملعون رانده شده از بهشت هستیم، بهتره که در این دنیا بدبختی ها رو بکشیم تا بریم اون دنیا همه خوشحالی ها و خوشبختی ها رو داشته باشیم. بنابراین وقتی که یه مردمی در آن به نوعی رنج میبرند و با این رنج بردن و این بدبختی میشه اونها رو به نوعی اداره کرد و کنترل کرد و اوضاع رو نسبتاً از یه ثبات و قراری برخورد کرد، پس کلیسایی رو ما تایید میکنیم، کشیشی رو تایید میکنیم که برمیگردیم یه عنایت خداوند با بیچارگان است، با مستضعفان است. اما روزی که رسیدیم وارد اواخر فرض کنید قرن 19 و متوجه میشیم که ذهنیت مربوط به این که اگر کار و کوشش فعالیت بکنید به جای روزی 6 ساعت 8 ساعت 12 ساعت کار بکنید، حتی اونایی که کار نمی کنید کار بکنید و ثروت رو به وجود بیارید، اصلا شعار دیگری میدیم. عنایت و محبت خداوند با ثروتمندانه، با افراد موفق و پیشرفته است. بنابراین اگر شما میخواید بنده خوب خدا باشید باید کار بیشتر بکنید، کار عبادت میشه. حالا اصلا کاملا قصه فرق میکنه با اون زمان. بنابراین وقتی مارکس اشاره میکنه به این موضوع، هدفش این است که نظم موجود که به نفع سرمایه دار، حالا در دوران ما سرمایه داری داریم صحبت میکنیم، و به ضرر کارگره چگونه میتونه برقرار بشه؟ از طریقی که گریه و زاری کنن تو سر خودشون بزنن، یا نه درست برعکس، شما بیاد شادی و شور و شوق رو بیارید. حتی ما همین گفتگوها رو خاطرم از در ایران داشتیم. آیا ما بیایم دانشجو رو زیر فشار بیشتری بگذاریم، درس بیشتری بهش بدیم، پولی بهش ندیم که انقدر مشغول درس و امتحان بشه که حوصله درگیری های سیاسی نداشته باشه، یا درست برعکس، بیایم آزادی عمل بهش بدیم، یه پولی هم بهش بدیم، بهش اجازه تفریح و ورزش هم بدیم، بره دنبال به قول اون زمان هم حتی ما میگفتیم عشق و حالش دست از سیاست برداره. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که وقتی که همه چیز به نوعی در تحلیل نهایی به ثروت و پول تبدیل میشه که در تحلیل نهایی متاسفانه چنینه، بعدن اونا میتونن راه خودشون رو در زمینهای مختلف، از هنر گرفته، از ادبیات گرفته، از مذهب گرفته، از حتی ارتباطات خانوادگی گرفته، از ازدواج گرفته، همه جا به نوعی نفوذ خودشون رو برقرار کنن. و به همین جهت است که اساس تفکر مارکسیستی بر اینه که این داستان ارزش کار و اضافه ارزش، حالا بعدا بحث تکامل مطرح میکنیم، زمین سازی است برای یک دوران کوتاهی از یه نظمی که ثروتمند رو ثروتمندتر و فقیر رو فقیرتر و بیچارتر کنه، یا همطور که شما اشاره کردید قانون آهنین در حقیقت کار و کارگر و دستمزد باشه که فقط در حد بخور و نمیر باشه، که چون بیشتر بهش بدید یه جور مسئله است، کمتر بدید یه گونه دیگه است، فقط باید به اندازه داد که زنده بمونه، نه اینکه زندگی کنه، زنده بمونه، مسئله سروایوول برای او مطرح باشه. حتی اگر لازم شد شرایطی به وجود بیاره که به جای دو تا بچه 6 تا 8 تا بچه بیاره، چون از این طریق میتونه گرفتار زمین و یا کارخانه بشه و در اختیار شما باشه و 50 سال اونجا برای شما جون بکنه و اضافه ارزش تولید کنه و بعد شما رو ثروتمندتر کنه و خودش رو و وجودش رو همه گونه از پا در بیاره و به هم بریزه. اما چون این برنامه ریزی شده، حساب شده هست، انجام میشه. و این ظلم و بیداد واقعا در جهان وجود داشت و مارکس اون رو میدید، در اروپا هم به راحتی میدید، فقط این دفعه بسیاری از این ثروتمندان آگاهی هم داشتن، دانایی هم داشتن، چون خیلی از جا واقعا مردمان نمیفهمیدن، حتی یک
فرض بفرمایید رهبر یه قبیله یا یه گروهی یا حتی حکمرانی، برخی از اوقات دلش به این خوش بود که رعایای به نوعی مطیع و فرمان برداری داره و اونا با این اطاعت و فرمان برداری خیلی هم راحت و آسوده هستن، متوجه گرسنگی و فقر و درماندگی و ناامیدی و بیچارگی اونها نبود. ولی در قرن 19 اونها شناخته شده بود، بنابراین این افکار خیلی زود جا افتاد و به همین جهت بود که حالا میریم و برمیگردیم، مارکس در این زمینه یکی دو تا نکته ای رو مطرح میکنه که کاملا موضوع رو از اون حالت ذهنی بیرون میاره. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو در قسمت آخر که امیدم هست حداقل بتونیم مطالب اساسی رو تقدیم حضورتون کنیم با شما در میون بگذاریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید، در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. اشاره کردیم به نگاهی که مارکس به مسئله استفاده و سوء استفاده سرمایه دار، کارخانه دار از کارگر یا حتی مالک زمین از کشاورز میبره. مایلم به این نکته اشاره کنم چون این بحث مفصلش رو شاید باید داشته باشیم و اون این هست که دو نفر رو تصور کنید که یکی میره دبستان و دبیرستان و دانشگاه و مثلا مهندس میشه یا هر کس دیگری، دیگری نمیره. از نظر مارکس در یه تجزیه و تحلیلی، خب یکی آمده از همه کار متراکم گذشته و حاضر که معلمین بودن، ساختمان بوده، کتاب بوده، استفاده کرده و دیگری نکرده. بنابراین یه تفاوت اینجا دارن. ولی حالا هر دو رفتن و به یه کاری مشغولن. یکی توان این داره که در یه روز یه کالا رو تولید کنه، اون یکی به دلیل این دانشش سه تا کالا رو. هر دو 8 ساعت کار کردن، نتیجه داشتن. از نظر مارکس مسئله‌ای که در اینجا مطرح میشه اینه که اگر میخوایم استثمار رو از بین ببریم، ما قراره فقط ساعت کار رو مورد مبادله قرار بدیم، حتی اهمیت کارها رو تا حدودی نادیده بگیریم که در زمان او با توجه به نزدیکی مشاغل ممکن بود. یعنی من یک کالایی رو تولید کردم، 1 ساعت وقت صرفش کردم، از این 6 تاش رو دارم، 6 تا صندلی دارم، 6 ساعت میبرم در بازار، این رو میتونم مبادله کنم با کسی با 2 تا مثلا کالای دیگری که روش 3 ساعت کار شده. یعنی اون 2 تا 3 ساعت میشه 6 ساعت، منم 6 ساعت، من 6 ساعت کار کردم، اینو درست کردم، اونم 6 ساعت یک کسانی درست کردن، مبادله میکنیم. اینجا هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده و یا استفاده نکرده و در اینجاست که اون تعادل برقرار میشه. بنابراین مایلم این نکته رو اشاره کنم چون شاید برخی از شنوندگان منتظر باشن که بالاخره تئوری ارزش و اضافه ارزش به چی تبدیل میشه. تبدیل میشه به یک نوع مبادله یا معامله ساعت کار هر پدیده یا هر چیزی که تولید شده. و بنابراین تکلیف کار در اینجا روشن است که هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده نمی کنه. انسان برابره، کارش هم به یک اعتبار برابره. در نتیجه با توجه به این فرض‌ها که همه جای گفتگو داره، شما حالا فقط میاد کالا ساعت کار رو با ساعت کار مبادله میکنید. و از اونجایی که حتی فکرش این بود که آدم ها میتونن در سال زمانهای مختلف دوران زندگیشون کارهای متفاوت بگیرن، خود این یه تجربه‌ای برای انسان شدنشون به گونه‌ای بهتر و برتر میشه. یعنی پشت این باور به ارزش کار و اضافه ارزش زمینه‌هایی رو فراهم میکنه برای اینکه جلو استثمار افراد، جلو سوء استفاده، جلو یک کسانی که ثروت و دارایی 100 برابر و 1000 برابر دیگران داشته باشن نداره. و بعدم کسانی که از یه فرصت‌های خاصی استفاده میکنن، یا فرض کنید در یه امریکایی که شما در یه زمینی یه مرتبه چاه نفت تو زمینتون پیدا میشه و مالکیت خصوصیش تا حدودی پذیرفته شده، یه دفعه میلیاردر میشید، یا به خاطر یه اختراعی و اکتشافی درست است که موجب پیشرفت شدید و در بازار ارزشی داره، ولی مهم مقدار کاری است که پشت اون گذاشته شده. چون اگر بخوایم به عوامل دیگه، یعنی آنچه که ارزش بازاری موضوع ها و مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت بکنیم، ما یک نوع
نظامی از استفاده و ظلم و بیداد و بعد فاصله ای که همطور که آقای دکتر در قسمت قبلی اشاره کردن در عمل در زمینه موضوعهای اجتماعی و فرهنگی و به ویژه قانونی و حقوقی و سیاسی رو موجب میشیم. اینجاست که شما میبینید یه چنین نظریه پردازانی یا کسانی مانند مارکس تا کجا میرن که یه راهی برای حل این مسئله پیدا کنن و بر مبنای این نظریه است که بعداً متوجه میشیم چطور یه جامعه بدون طبقه است، یه جامعه است که در تحلیل نهایی هر کسی بر اساس دانایی و توانایی خودش حرکت میکنه و هرچه نیازمند هست رو میگیره، نه اینکه هر کسی بر اساس دانایی و توانایی خودش عمل کنه و همه مساوی، نه اینکه با توجه به ارزش بازاری یا معاملاتی آنچه که تولید کرده یا ترکیبی از اینها، بلکه مسئله کاملا جنبه انسانی رو پیدا میکنه. منی که احتیاج به یک غذا دارم، غذا مدارم و میخورم، اون کسی هم که احتیاج به جراحی داره که 100 برابر 1000 برابر هزینش بیش از زندگی یه روز منه، او هم میتونه رایگان کار عمل جراحیش رو انجام بده و به عنوان یه انسان هر دو در شرایطی نزدیک به هم و برابر قرار میگیریم. اینا اساس اون تفکری است که در مباحث مربوط به ارزش کار و اضافه ارزش وجود داره. حالا تو همین زمینه فرصت حدوداً 7-8 دقیقه 14-15 دقیقه است. آقای دکتر هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، اگر مطلبی بود منم عرض میکنم. در دنباله گفتگو رو البته هفته آینده نخواهیم داشت چون مموریال دی هست و تعطیله، ولی هفته بعد از اون سخن رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید آقای دکتر. بله مرسی. ببینید من چون میخوام در حقیقت یک بینش کلی راجع به این مسئله ببینیم کجاییم بدم. ببینید بحثی که امروز شد در واقع یک توجیه و توضیحی بود از نظرات مارکس در مورد نقش کلیدی زیربنایی اقتصاد و روابط اقتصادی. بحث دیگری که در واقع انجام شد راجع به سرمایه، اقتصاد، ارزش اضافه، استثمار در راستای در واقع توجیه و تفسیر و تعبیر زیربنا و روابط اقتصادی بود. یک قسمت از این برنامه امشب برگشت به مسئله روبنا، یعنی برای که ارتباط زیربنا و روبنا رو در واقع از منظر مارکسیست ها بررسی کنیم، لازم بود نشون بدیم که چگونه این رابطه اقتصادی و رابطه مالی در به طور ملموس در تشکیل و تولید روبنا که در واقع تمام نهادهای اجتماعی دیگه درش مستتر یا وجود داره خودش رو نشون میده. و اون بحث این بود که اونی که پول داره و تولید میکنه کالا رو در واقع علم، این نکته، یعنی لب کلام این بود که اونی که اون رابطه رو کنترل میکنه، روابط اقتصادی رو کنترل میکنه، مالک در حقیقت ابزار تولید هست، اون فرد یا اون طبقه در واقع همه چیز دیگر رو تولید میکنن. ببینید فلسفه و علم تولید بایستی بشه، آرت، هنر، انواع اقسام هنرها بایستی تولید بشه، یک کسی بایستی این رو تولید کنه، اون نفری که اینو تولید میکنه بایستی بتونه زندگی کنه، یعنی اموراتش بگذره. در ضمن عدالت در این جامعه یک چیز غیر آسمانی نیست، یک چیز خارج از روابط اجتماعی نیست. عدالت، تولید عدالت در دادگاه انجام میشه. شما با وکیلتون میرید به قاضی یا هیئت جوری توضیح میدید، توجیه میکنید از منظر خودتون. بنابراین عدالت تولید میشه، قاضی بایستی تصمیم بگیره، هیئت جوری باید تصمیم بگیره، اونی که زر و زور داره و مال داره میتونه وکیل بهتری داشته باشه، میتونه نمایندگان و یا
اکسپرت ویتنس هایی داشته باشه، متخصصین شاهد های متخصص داشته باشه که توجیه کنم قضیه رو. بنابراین عدالت هم تولید میشه، فلسفه تولید میشه، مذهب تولید میشه، نهادها تولید میشن. بحث مارکس اینه که اونی که زیر بنا رو کنترل میکنه رو بنا رو هم کنترل میکنه. بنابراین سیاست زایده تولید و منافعی است که سرمایه دار در جامعه کاپیتالیستی، زمیندار، بردهدار در جامعه بردهداری و در جامعه فئودالیته این رو به وجود میارن و کنترل میکنن. حالا اون اینو صحبت کردیم، یک بحث تاریخی داره که در واقع دکترم اشاره فرمودن اول صحبتمون که در واقع تاریخ انسان، تاریخ اجتماع سرنوشت ماست. یعنی تاریخ ما، زندگی ما اون روابطی است که در حالا از بعد تولدمون تا در واقع سفرمون به گورستان تعریف شده در این متن تاریخ، در زمان و مکان و با روابط اجتماعی. اگر اینجوری باشه، بنابراین این بخشی رو که الان صحبت نکردیم که ممکنه بعدا بهش بیشتر بپردازیم، این جنبه تاریخی، نگاه تاریخی مارکس است که در حقیقت مدعاش این است که در هر مرحله از تاریخ، چه اونی که میگه کمون اول، کمون ابتدایی یا جامعه اول یا قبل از حتی اونی که ما میگیم حتی جامعه‌ای تشکیل نشده به طور منسجم و این جامعه وقتی به وجود میاد تا جامعه کاپیتالیستی قرن 19 هم، همشون از این قاعده مستثنا نیستن. هر کسی رابطه اقتصادی رو کنترل کرده، رابطه سیاسی، اجتماعی، حقوقی، حتی تغذیه، عرضم بزرگتون که بهداشت، همه رو کنترل کرده و یک سری نهادهایی درست کرده که در واقع بتونن اون نهادها قدرت رو و روابط قدرت رو، چه اقتصادی چه سیاسی، در بین یک طبقه مشخص نگه دارن. و بحثش اینه، همون جوری که از جامعه در حقیقت کشاورزی یا فئودالیته یا از جامعه بردهداری، یعنی اقتصاد بردهداری، به اقتصاد فئودالیته رسیدیم، همون جوری که از فئودالیته عوض شد جامعه و به کاپیتالیسم رسیدیم، در طی تاریخ و به طور دیالکتیکلی، یعنی در حقیقت تمام نیروهای جامعه بعد از مدتی تغییر میکنن، تغییر داده میشه و بعضی موقع این تغییر از کیفیت، از کمیت به کیفیت میرسه و اون تغییر کیفیتی باعث دگرگونی و انقلابی میشه که جامعه رو مثلا از جامعه شکارچی یا جمع‌آوری، حالا اسمش فکر کنم همین باشه، به جامعه مثلا بردهداری میبره، بعد بردهداری رو به اریستوکراسی و فئودالیته میبره، به فئودالیته به کاپیتالیسم میبره و این به صورت انقلاب و نقاط عطفی به وجود میاد، چون دیگه کمیت به کیفیت تبدیل میشه و جامعه دگرگون میشه. بحث مارکس این است، به همون دلیل، به همون نشونی که کاپیتالیسم از بدن یا بدنه جامعه فئودالیته به وجود اومد و جامعه فدرالیته از جامعه بردهداری به وجود اومد، به همین شواهد، به همین نشونی، جامعه سوسیالیستی بی طبقه هم از متن کاپیتالیسم به وجود میاد. یعنی تغییر به یک جایی میرسه. دکتر به مسئله پروداکشن اشاره کردن، یعنی دو تا مسئله به وجود میاد وقتی سرمایه‌دار برای تولید بیشتر و در حقیقت منفعت بیشتر، چون کپیتال احتیاج به سرمایه‌داری، احتیاج به منفعت داره، منفعت با فروش به وجود میاد، بعد از مدتی اینقدر افیشنت و متخصص میشه که در واقع این کارگر جایگزینش، یه ماشین جایگزین کارگر میشه، بنابراین تولید زیاد میشه و تولید بالا میره، در ضمن وضع کارگر بد و بدتر میشه و قدرت خرید نداره. جامعه به یک نقطه میرسه که در حقیقت هم کالا زیاد تولید شده، هم مصرف کم شده.
و اینجاست که در واقع بعضی از کسایی که خورده بورژوا بودن، پتی بورژوا، خورده سرمایه‌دار بودن، تعمیر ماشین داشتن، شخصا تعمیر تلویزیون داشتن، نمیدونم لبنیات، مغازه لبنیاتی بودن، اینا شرکت‌های بزرگ جاشون رو میگیرن. بحثش اینه و به جایی میرسه که تغییر کمیتی به جایی میرسه که دیگه وجود نداره و مجبور این سیستم عوض بشه. اونجاست که نقطه انقلاب به وجود میاد. اینو بعداً بحث میکنیم، ولی بحث من این بود که جنبه تاریخی این مسئله رو در نظر بگیرید که مارکس فقط مسئله رو اینجوری مطرح نمیکنه در تئوری. میگه ببینید پدیده‌ای که ما به عنوان اجتماع، به عنوان نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مذهبی داریم، فلسفی، دانشگاهی، هر چی داریم، اینها خود به خود به وجود نیامدن. اینها تولید شدن و توسط کسانی تولید شدن که منافعشون ایجاب میکرده اینها رو گسترش بدن، ترویج و تقسیم کنن جوری که فکر میکنن به منافعشون کمک میکنه. چون اینجوری به وجود اومده، در نهاد، در وجودش یک نوع بی‌عدالتی و نابرابری وجود داره. برای که این نابرابری از بین بره، چرا از بین بره؟ به خاطر که شما نمیتونید هیچ موقع آزاد باشید و آزادگی داشته باشید مگر اینکه این قل و زنجیر رو که رابطه اقتصادی و نون خوردن اسمشو بذارید، تغذیه اسمشو بذارید و اون امکانات اولیه هست رو داشته باشید. بنابراین اینجاست که این مسئله، مسئله تاریخ و نقش تاریخ و در حقیقت اون یکی اسم دیگه مارکسیزم اسمش هست historical determinism. determinism معنای جبره، جبر تاریخ. یعنی مارکس قائل بر این است که این لاجرم بدون هیچ اختیاری، ما اختیاری روی این نداریم، این اتفاق میفته، دور و زود داره ولی اتفاق میفته و این جبر تاریخ هست که انسان رو، اینم بازی که از تئوریای هگل هست، تیلیولوژیکال، هم مارکس هم هگل بر این باورن که هیستوری، تاریخ، تیلیولوژیکال، تیلوس means هدف، غایت، ترجمهش باسی غایته، غایت داره، یعنی یک غایتی در تاریخ هست و برای هم هگل هم برای مارکس غایت آزادی انسانه، مفهوم آزادی به طور کامل که انسان آزاد و آزادگی داشته باشه و این به طرف اون پیش میره که آزاد باشه و این آزادی رو در جامعه مارکس بر این باوره که نمیشه در واقع به وجود آورد مگر اینکه شما مسئله اقتصادی رو حل کنید. اون در کامونیسم، ببخشید من هم جواب میسه ممنون آقای دکتر، چون دو سه دقیقه فرصت هست، یعنی آنچه که مورد نظر آقای دکتر هست این است که بر اساس حتی اون دوتا قاعده تبدیل کمیت به کیفیت و دیالکتیک هگلی که در مارکس و مارکسیسم هست و بعد اشاره به مسئله رشد انسانی، درست مثل کودکی که از دبستان به دبیرستان و دانشگاه میره و بعدم به محیط کار، تاریخ یه مسیری داره و این مسیر بر اساس اصولی به گونه ایست که از او تخطی نیست. یعنی از نظر آنچه که مارکس و مارکسیسم هست، این مسیر حرکت تاریخی است، یعنی از اشتراک اولیه به فئودالیته، بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، اجتناب ناپذیره. به همین جهت است که مسئله پیشبینی نیست، مسئله به نوعی پیشگویی نیست، یه قطاری است که داره حرکت میکنه. حالا ممکنه کمی سرعتش کم زیاد بشه، دیرتر به این مقصد برسه، ولی خواهد رسید و اجتناب ناپذیره. و به همین جهت است که ماجرای جبر تاریخ یا دترمینیسم مطرحی که البته در دنیا امروز ضرورت زمان و مکان در مقابل جبر تاریخ، و باز به همین دلیله که اصلا بحث و گفتگو درباره این نیست که جامعه به نوع دیگری حرکت کنه. یه نکته مهم این است که امروز من و شما در بستر تاریخ هر جا که هستیم از نظر مارکسیست آنگونه هستیم، همونطور که با 80-90% میشه گفت شما در کجا متولد شدید، همکنون در کره زمین ما بگیم دین شما چه است. یعنی الان کشورهایی هستن 80-95% مردمش یه باوری دارن، اگر شما در این کشور یا اون کشور یا کشور سومی متولد شدید، بر اساس آن که جبر جغرافیایی هست، شما با مذهبی خاص در خانواده مشخص
متولد میشید. این نگاه نگاهی است که به دلیل اینکه علل و عوامل رو مشخص میکنه، توانایی پیشبینی قطعی و نهایی رو داره، اینقدر برچسب علمی بهش از نظر مارکسیست ها میخوره، در حالی که بعدا همطور که من اشاره کردم عملا دیدیم که اولا همچی اتفاقی نیفتاد، انگلستان اولین کشور کمونیستی یا آلمان نبود و بعد از اون آنچه که به وجود آمد بعدا به گونه فرو ریخت. چرا؟ برای که در درون این بحث عمیق و سنگین قرن 19 مارکس موضوعها و مسائلی بود که در اون زمان دیده نمیشد و شناخته شده نبود و امروز هست و ضمناً جامعه سالم امروز میتونه به نوع دیگری حرکت کنه که بهش خواهیم رسید. با سپاس فراوان از آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی، اجازه بدید که تا برنامه بعد که دو هفته خواهد بود به خاطر تعطیلات مموریال گفتگو رو با هم داشته باشیم. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.